عالیه. چقدر شما راننده باحالی هستید. تقدیم به شما. من امشب یه مهمونی دعوت شدم. دست خودم فکر کنم الان من فکر می‌کنم شما رو من کراشین. سلام دوستان عزیز، خیلی دوستتون دارم. پویانان هستم، به کانال من خیلی خوش اومدید دوستان گلم. بریم یه دوری مخفی داشته باشیم. امیدوارم که خوشتون بیاد. همین الان لایکو بزن خداییش، قبل اینکه کلیپو ببینی بزن. اگه 2 ثانیه‌ام تو این 6-7 سال با داشپویان تونستم خنده رو لبت بیارم، سابسکرایب هم همین الان بزن، زنگولنم رو آل بذار. زدی سابو الله آقا، بریم که داشته باشیم. I love it. تو خدا سوار شید، من دیگه پختم تو این گرما، کولرم که نمیتونم بگیرم، صداش میفته تو. سلام. پونک بله بفهمه. سلام. خیلی خوش اومدین بچه ها. کجای پونک میرین؟ پاساژ بوستان. چیکار کنین؟ خرید. ولی چرا؟ چی بخرین؟ چرا اینقدر بیشوری؟ واسه دوست پسراتون؟ دوست پسرامون برای خودمون. واسه خودت. فکرم داریم میریم واسه پسر بخنیم، گفتم باری که الان. چقدر باشور. چقدر. تا حالا واسه دوست پسر، ببخشید هم میپرسم. تا حالا واسه دوست پسرتون مثلا لباس چیزی خریدین؟ به عنوان کادو؟ لباس. آره. لباس، کتونی، طلا. نه. نه؟ آخه من تو رابطه بودم، البته الان کاتم و خیلی راحت بشه، سینگلم الان. تو رابطه که بودم بعد دوست دخترم مثلا پشکلم نمیخرید، خسیس بود. گفتم بپرسم اینم چرا، دلیلش چیه؟ شما میدونی دلیلش چیه؟ حالا ارزش بده میخرید. شما دهه چندین؟ 80. آفرین. این دهه 80 چقدر در چیزم پر انرژی هن. این همه انرژی ها کجا میاد؟ نمیم چیزی مصرف میکنن چجوریه؟ طبیعیه؟ بله طبیعیه. اسپرسوم اسپرسوم میدن چی کنم؟ طبیعیه. چقدر شما راننده باحالی هستیم. کراشو زدی فهمیدم کراشو زدی، لطف داری خانم، خیلی ممنونم، مرسی. کراش زدین؟ نه جان من، خداییش بگو حرفتو بزن، مشخصی کراش زدی؟ نه آقا. خانمه چرا زور میگی؟ زدی بگو زدم دیگه، دوسته چقدر خجالتیه. تاله کسی بهم نگفت راننده باحالی هست. اجازه بدین تقدیم به شما. مرسی. از طرف راننده باحال تقدیمتون کردم با بچه یه جوجه ببخشید. یه جوجه من داشتم تو کارتون تو صندوق و فکر کنم اومده این زیر. واقعا؟ والا دست زیر پاتونه ببینی؟ نه چیزی. خانم تو رو خدا لهش نکنین. بلشون گوره بابا جوجه، بلشون بچه. واقعیتش من امشب یه مهمونی دعوت شدم، خب بعد باید با دوست دخترم برم، دوست دخترم ندارم، الان با کی برم من؟ خب یکی رو پیدا کنیم باش برم. آفرین. اینه که خودم میدونم با کی برم. شما میتونین مثلا با من بیاد منو همراهی بکنین؟ به خدا خانم 5 سال مهمونی نرفتم. ما نمیتونیم. یعنی چی؟ در 80 خیلی پایان، چجوری شما نمیتونیم؟ ما پایان نیست. الکی نگو. مشخص شما پایه رد که سه پایه ای. بریم یه سر پایه. یه سر بریم. نه اگه من خواهش کنم ازتون میاید بریم؟ نمیشه آقا، ما اجازه نداریم. چرا اجازه نداریم؟ دوست پسر داریم. شما دوست پسر داری؟
حالا لطفا پیاده شو منو با دوست دخترم تنها بذار. بفهم آقا قرار بود تا پونک ما بریم. ایشون الان داره مزمه ایجاد میکنه بین من و شما. این رفیق منه. خوب خب اوکی، قبول داری داره مزمه ایجاد میکنه دیگه یا قبول نداری؟ قبول نداری؟ نه. خیلی گفتم پس فردا رابطه ما رو با هم نزنین. چه رابطه ای آقا؟ من با شما رابطه ای ندارم. خانم شما رو من کراش زدی. نه آقا فوش بذارم؟ بذار. خب نه نمیذارم ولی زشته. خب حرکت زشته. خب هر دیگه شما رو تعریف کرد کراش داره مگه روتون؟ خانم شما من لایک هم بکنی من میفهمم کراش زدی. پسرها اینجوری هم یه دختر لایک میکنه سریع من دایرکتش. ما میفهمیم میفهمیم کراش زدین. یادداشت کن لطفا 919 زشته آقا بسته. خب اولش اوکی بود اینا، نمیدونی یه دفعه چرا اینجوری شدین. اصلا عجیبه. کسی چیزی بهتون گفت؟ نه. منو شناختین؟ نه. کی به تو گفته با تیشرت بیای بیرون؟ به شما چه ربطی داره؟ خانم به من ربط داره، من غیرتم اجازه نمیده. کوزیشر لطفا اگه میشه ها رو پیاده. حداقل مانتو با تیشرت اومدی بیرون؟ راحتم. من کالیفرنیاه. آره منو شما رو میرسونم خونه، لطفا لباست رو عوض کن بعد شما رو میرسونم پونک برید خرید بکنم. آقا به شما اینجا دور میزنم. خانم به من پبکی رب داره. من به عنوان دوست پسرتون که خستم هم ازدواجه دارم، من به شما اجازه نمیدم اینجوری بگردید خیابون. بی غیرتم مگه؟ درست میگم خانوم؟ نه اصلا درست نمیگم. شما همش میخندی، حس میکنم رو من کراش زدی. نمیدونم شاید درست شما میگم؟ شما کلن فکر میکنیم ما رو شما کراش زدیم ولی اصلا اینطور نیست. یه چی بگم؟ من حوالم. معلومه. خود متوجه شدین؟ آره دیگه. خدای مزایای تابلو بود. ای توف برم از اینجا میانبر بزنم. من اصلا احتمال نمیدادم بفهمید. چجوری فهمیدین شما که من حولم؟ خب دست خودم نیست. از چی من قیافم معلومه؟ چی؟ از حرف زدنتون. آخه اولش گفتی بچه باحالی هستی اصلا. خب ما نمیدونستیم فکر میکنیم ما روتون کراش زدیم و این چیزا. ما فقط یکم تعریفتون کردیم. من فیسم خوبه؟ واسه ازدواج؟ نه چون حوالی. خانم با یه حول بودن یه بیماریه، با یه حول درست رفتار کنید. به خدا این حق ما حولا نیست. خب کسی که حوله به درد ازدواج میخوره. درمانی داره؟ نه نداره. من توی گوگل سرچ کردم نوشته بود که این بیماری ریشش از نسل‌های گذشته میاد و اسمش هم حوالیتی است. شنیدین تا حالا حوالیتی؟ بله شنیدین. بله من کلا بچگی حول بودم و دست خودم هم نیست. واقعا هر کیو میبینم خانم خوشم میاد. مثلا هر کی منو لایک میکنه سعی میکنم دایرکتش. دست خودم فکر میکنم. الان من فکر میکنم شما رو من کراشین. اون خانم رو میبینی؟ اونجا از پنجره لباس همین الان خوشم اومد ازش. دست خودم نیست. اصلا دست خودم نیست. به خدا خدا یا خدا که داروی چیزی یا درمانی داشته باشه ما انشالله خوب بشه. فقط من یه چیزی میتونم بهتون بگم؟ بگم. من داشتم دوربین مخفی میگرفتم. دوربین مخفی؟ با واقعا؟ با خدا اول نیستم یا فکر نکنی اول داشتم دوربین مخفی میگرفتم. واسه کانال یوتیوب داشتم دوری مخفی میگرفتم. گفتم با شما شوخی بکنم، شما رو الان میرسونم میدان پونک برید خرید بکنید تخفیفم بگیرید حتما. ایبی نره من پخش کنم کلیپو تو یوتیوب؟ نه ایبی نره. مطمئنی پس فردا نگی پاک کن و نمیدونم اگه مشکلی هست لطفا الان بگید. نه پخش اوکیه.
خب یه لایک نشون میدیم به دوربین. خیلی ممنون شما نشون ندادی، مرموسم بودش. دوستان خیلی دوستتون دارم. مرسی. حول بودن یک بیماری است واقعا، بیماری مثل یک معتاد، درمانی هم نداره. باز اعتیاد درمان داره، حول بودن درمان نداره. این هم از پند امروز. خیلی دوستتون دارم. مراقب خودتون باشید. I love it.